موزیک توهین‌آمیزترین کلماتی که تا به حال در یک اپرا به کار رفته. اپرای ماری استوارت اثر گایتانو دونیزتی شاهکاری است که یک رویارویی افسانه‌ای را به صحنه آورده. رویارویی ماری استوارت ملکه اسکاتلند را با دختر عمویش الیزابت اول. ماری استوارت در این اپرا الیزابت اول را دختر نامشروع و فاحشه بی ارزش می نامد. دیدوناتو و کارمن جان ناتازیو دو ملکه اپرا بر روی یک صحنه. جویس دیدوناتو میگوید چیزی که استثنایی بود و مرا شگفت‌زده می‌کرد صحنه رویارویی این دو ملکه بود. چیز دیگری در جهان معادل این صحنه وجود ندارد. ای کاش می توانستم به گذشته برگردم و ببینم آیا دونیزتی پس از دیدن این صحنه خوشنود خواهد شد، زیرا به صحنه آوردن چنین اثری و به کار بردن کلماتی همچون حرامزاده های شرم‌آور ریسک بزرگی است. مرا ببخشید اولیا حضرت. دونیزتی این اثر رو به طور عمده برای کاتولیک های ایتالیا نوشته، بنابراین اون می دانسته که مردم شخصیت ماری استوارت را ترجیح می دهند. این دو زن بسیار قوی و شکننده هر دو بر عقایدی که حقیقت می پنداشتند بسیار تأکید داشتند و مستحکم بودند. برای ماری استوارت حقیقت در مذهب کاتولیک خلاصه می شد و اینکه الیزابت وارث تاج و تخت و منزلتی که داشت نبود. واضح است که دیدگاه ماریا به مسائل دیدگاه یک کاتولیک بود. ماریا یک قهرمان می شود، یک قربانی کشته شده در محراب سیاست. اما به لحاظ تاریخی شخصیت واقعی ماریا به دور از یک فرشته بود. ببخشید، او فقط کمی پیچیده بود. کمی پیچیده، فقط چند تا عشق و چند تا قتل. او همیشه به هر چه می خواست رسید. نکته ناامید کننده درباره الیزابت این بود که او زنی قدرتمند بود. او ملکه بود. او می توانست هر چیزی را داشته باشد و همه چیز داشت، اما نمی توانست از تنها مردی که دوست داشت عشقی دریافت کند. این چیزی است که در صحنه فریبندگی توصیف می شود، چیزی که البته من آن را اقدام به تجاوز می دانم. سدوزیونه یو دیرای کوازی اون تنتاتیو دی استوپرو. در این اپرا من واقعا احساس میکنم که یک بازیگر هستم. فراموش نکنیم که زمانی که اپرا توسط مونتوردی ابداع شد، از آن به عنوان بازیگری و خوانندگی همزمان یاد میشد. بنابراین اول بازیگری مطرح است، بعد خوانندگی. احتمالاً این نقش پرچالش‌ترین نقشی بوده که من در زندگی حرفه‌ای‌ام داشتم. هم نقشی پرچالش برای خوانندگی و هم دارای پیچیدگی‌های دراماتیک و عاطفی. من باید همه چیزم را در این نقش می‌گذاشتم تا بتوانم به آن زندگی دهم و به گونه‌ای که می‌خواستم اجرا کنم.